جماعت دهات قلعه دشت نوحیه فیض‌آباد با یک قطار کامیابی‌های نظررس نویل گردیده است. کوشش و تلاش‌های مردم آبرومند این جماعت بحر آبادانی و سازندگی در هر یک دهاتش مشاهده کرده می‌شود. در دهه دوروب از حساب صاحبکاران محلی 4 سینفخانه های ایلوگی یک بنگاه طبی بنیاد گردیده است. چونین آبادانی و سازندگی و تلاش و مهنت های مردم شرفمند این جماعت را می توان در هر دهات جماعت بر اعلی احساس کرد. برای قبول مهمونان مهمونخونه زمانوی راه های زیبا و تازه و آزاده و اسفالت پوش این دهات با چراغان کنیش به این دهه دوردست حسن دیگر زم نموده است. این سال برای خرد و بزرگ و مردمی تاجیکستان سال فرح بخش و فراموش نشونده است که امسال 30 سالگی استقلال دولتی تاجیکستان با شکوه و شهامت خاصه جشن گرفته می شود و اگر به تاریخ نظر اندازیم 30 سال نه آنقدر مهلت دراز است، اما خلق تاجیک تاون است که با سروری فرزندی فرزانه ملت، اساسگذار صلح و وحدت ملی، پیشوای ملت، پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امام‌علی رحمان با دستاوردهای بزرگ فرهنگی و سیاسی نائل گردند و امروز خوشبختانه تاجیکستان عزیز ما را تمام دنیا میشناسند و اعتراف میکنند. امسال که 30 سالگی استقلال دولتی جمهوری تاجیکستان جشن گرفته میشود، هم مروزه در سراسری جمهوری و خصوصا در ناحیه ما نیز کارهای آبادانی و سازندگی با شکوه و شهامت خاصه رفته ایستاده است و در جماعت دهات قلعه دشت نیز نقشه چوربینی‌ها آید کارهای آبادانی و سازندگی بخشیده به سالگی استقلال دولتی جمهوری تاجیکستان به نقشه گرفته شده بود و آن همین نقشه که در جماعت ما به نقشه گرفته شده بود 31 بند را در بر می‌گرفت. قریب پوره همه آن ساختمان ها و انشاد های جشنی به انجام رسیدند، به فعالیت آغاز نمودند، جای های کاری علاقه زیاد گشتند و مردم توانستند که با جای های کار تامین گردند و علاقه در حدود جماعت 6 انشاد دیگر باقی مانده است که در آن هم با سرعت کارهای ساختمانی ادامه دارد. انشاد هایی که برای مردم بسیار ضرور بودند تا امروز به آنها نیاز داشتند و آنها امروز قامت افروختند و من با باری گفته می توانم که در سالهای نزدیک باز چندین آن همین انشاد هایی که برای مردم ضرور است باز ساخته می شوند و به زیبایی دیاری ما زیبایی دیگر زمین می نمایند. ما خوشبخت هستیم که امروز در دوران استقلال زندگی به سر می بریم. تمام شرایط های برای ما مهیا هستند.